هرچه که بحران‌های نظام بیشتر میشه، بازار انواع مطالب طنز هم در رسانه‌های رژیم و فضای مجازی داغ‌تر میشه. ببینیم که امروز مسعود در این زمینه برامون چی آورده. خواهش میکنم. خیلی ممنون امید. بله، طبیعی که از فیلتر تلگرام شروع کنیم. اول این سه کاریکاتور رو با هم ببینیم. بله، همینطور که میبینید ردیف اپلیکیشن های اجتماعی رو میبینید که اجازه ورودشون توسط رژیم لغو شده. اما کاریکاتور بعدی، اینم خوشحالی یه سایت حکومتی رو از قطع شدن تلگرام نشون میده. در کاریکاتور بعدی همونطور که میبینین، این در حقیقت کلافگی رژیم، هر کانالی رو میبنده یکی دیگه از طرف دیگه ای سر در میاره. اما در رسانه‌های حکومتی هم در دعوای باندی قطع تلگرام رو موضوع طنز کردن و به باند خامنه‌ای نیک زدن. البته معلومه که برای لاپوشونی نقش باند خودشون. مثلا روزنامه حکومتی جهان صنعت نوشته آه شورای عالی فضای مجازی تلگرام را گرفت. چند بار به مدیر تلگرام گفتند، مدیر عامل تلگرام گفتند بیا سرورهایت را در ایران بگذار تا ما هر وقت هر کاری که دوست داشتیم با تلگرام انجام دهیم. اما او به خرجش نرفت تا بالاخره آه و نفرین مسئولان مملکت دامن این فرد و تلگرام را گرفت. بر اساس برخی اخبار تایید نشده، در این 24 ساعتی که تلگرام قطع شده، اختلاسگران از فرصت استفاده کرده و حدود 600 اختلاس در کشور انجام شده و هیچ خبری هم به سطح جامعه درز نکرده است. همچنین سیل خروج آثار باستانی و اشیای قیمتی از کشور در نبود جریان آزاد اطلاع رسانی در جریان است. اگر با همین روند پیش برود، احتمالاً وقتی تلگرام وضع شود، یک نفر نام خلیج فارس را دزدیده و به نام خودش سند زده است. آخوند شیاد روحانی خودش سوژه ثابت طنز رسانه است. به این یکی نگاه کنید. سلام جناب مسئول، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. سوال اول، سپرده‌گذاران مؤسسات مالی هنوز پولشون رو نگرفتن، توضیحی هست؟ سلام، ممنون که اومدم. اونا در اصل به ما مربوط نیست، برن به هر کی دادن از خودشون بگیرن. به ما چی کار دارین؟ آقا وقتی که جیک جیک مستونت بود، فکر زمستونت نبود، سوداشو گرفتین یه ریال به ما دادین، حالا ضرر کرده ما رو میشناسین کلکا. علی حال حال بنده لطف کردم، دستور دادم جریمه رانندگی خروج دست از شیشه رو به بودجه اضافه کنن، سهام عدالت بدن تا انشالله جبران بشه. واسه حادثه کشتی سانچی و خانواده حادثه دیدگان چه کار کردین؟ حتما یه کارایی کردیم، حتما اون حادثه نباید اتفاق میافتاد. جناب مسئول، چند وقتیه که مردم در خیابان‌های اعتراضاتی انجام دادن بر علیه گرانی، مخصوصا تخم مرغ، چه پاسخی دارین؟ حتما اینطور نیست. من الان هر روز همین مسیر خونه خیابون والنجک رو میرم میام، خبر نیست، همه چی آرومه. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم، تو به من دل بستی از چشات معلومه، من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه. بله، ریزگردان متوقف نشدن که، حتما مقصر اون کشورهایی که اومدن همسایه ما شدن. راهکاری ندارین؟ به نظر من همون چند تا استانم بدید به عراق بره دیگه. حالا مثلا اگه اهواز نداشته باشیم خوزستان چی میشه؟ آره اینطور انشالله مشکل حل میشه. بله حتما با سرنگونی شما مشکلات و مسائل مردم ما حل خواهد شد. اما بریم به موضوع بعدی. سیاست روز، یه روزنامه باند خامنه‌ای که روی حرفای اخیر آخوند روحانی تیکه پنونده، از جمله نوشته روحانی: بعضی از وزرای من نوای ناامیدی میدهند. ننجون: در عوض
99% دیگر از وزرای شما نوای همه چی آرومه من چقدر خوشحالم سر میدن. این آقایی که اخیراً در آمریکا به او سمتی دادند که آدم بددهنی هم هست. ننجون، بلا نسبت مشابه های وطنی البته. باید حتی اگر جنس داخلی کمی کیفیت کمتری از کالای خارجی داشت، کالای داخلی را خریداری کنیم. ننجون، چشم قربان، هر وقت BMW سرمه‌ای رنگت را با یک دستگاه پراید عوض کردی، ما هم قول می‌دهیم از این اجناس بی کیفیت بخریم. تورم را مهار کردیم، یعنی گرانی کمتر شده است، نه اینکه ارزانی به وجود آمده است. ننجون، برای ریشه‌کنی کامل تورم در کشور باید همین فرمایش شما را روی کاغذ نوشته و آن را به مدت 20 دقیقه بجوشانیم و جوشاندهش را با 100 گرم پنبه دانه قبل و بعد از خواب بخوریم. خب با این جوشونده پنبه دانه برای ریشه‌کنی تورم به پایان نگاهی به مطالب طنز رسانه‌های حکومتی و شبکه‌های اجتماعی رسیدیم. با تشکر از همراهی همه شما، با تشکر از تو. خیلی متشکرم از مجموعه طنزی که امروز ارائه کردی.